اگه ویندوز 11 دارید و هنوز موفق نشدید به ورژن 23 H2 اون رو آپگریدش بکنید اصلا نگران نباشید من یه ویدیو قبلا دادم با آپدیت گفته بودم این کار رو بکنید بازم اگه نتونستید اشکال نره امروز قربتون یاد بدم چطوری میتونید ایزوش رو برای خودتون تهیه کنید این روش که میگم قبلا هم یاد دادم شما میتونید به این روش هر ایزوی رو بسازید ولی این ایزو غیر رسمیه و ایزو رسمی نیست پس پیشنهاد نمی کنم که روی کامپیوتر اصلیتون استفاده کنید بهتره که روی ماشین مجازی ازش استفاده کنید. بریم بهتون توضیح بدم سلام مرد شرکا بینه اونجا چهاره کامتره و امروز قرار بریم از وبسایت یو یو پی دامپ استفاده بکنیم و ایزو غیر رسمی ویندوز رو دانلود بکنیم چرا غیر رسمی؟ به خاطر اینکه از روی توز از روی آپدیت های دیگه داره ساخته میشه و میره پشت صحنه این آپدیت رو سعی میکنه بسازه و یه فایل ایزو در نهایت به ما تحویل میده حالا قضیه چیه قضیه اینه که اگر مثل گیر افتادید و نتونستید ویندوزتون رو آپدیت کنید میتونید از روش آپدیتی که قبلا یاد دادم استفاده کنید یا اینکه به این روش ایزو رو دانلود بکنید و ایزو رو بخواید نصب بکنید مایکروسافت هنوز آپدیت ایزو رسمی 23 h رو نداده بیرون ولی به این طریق شما میتونید ایزو رو برای خودتون بسازید و ازش استفاده کنید من نمی کنم که روی کامتر اصلی ایزوی غیر از ایزو رسمی رو استفاده کنید ولی احتمالا خیلی هاتون دارید این کار رو همین الانش هم انجام میدید پس هیچ ترسی نداره اگر رفتید از این ویندوز های مثلا دستکاری شده چرا من شرکت های ایرانی ویندوز نصب کردید مطمئنا ویندوزتون دستکاری شده است پس اینم با اون هیچ فرقی نمیکنه این شاید از اونها مطمئن تر باشه میتونید در راحتی استفاده کنید پس خطری نداره ولی منی که مثلا مثلا امنیت مهم نمیکنم این کارو ترجمه میدم که نرم سراغ این قضیه پس بریم با تو کامپیوتر بهتون یاد دادم چطوری میتونید این کارو انجام بدید من قبلا این کار رو انجام دادم و مراحلش خیلی زمان بره الان فقط مسیر رو به شما یاد میدم که چطوری میتونید این کار رو بکنید خیلی کوتاه و مختصر سعی میکنم جمعش کنم بریم شروع کنیم خب همونجوری که گفتم آدرس وبسایت هست یو دامپ که من قبلا در موردش ویدیو ساختم الان قرار نیست کل کار وبسایت رو یاد بدم فقط قرار این فایل رو با هم دیگه دانلود کنیم وارد وبسایت میشید اینجا مختلف و نسخه مختلفو گذاشته نسخه که شما لازم دارید این نسخه از ویندوز 11 ورژن 23H2 دو تا نسخه آرم بیس و x64 بیس رو گذاشته این x64 رو میزنید روش توضیحات کامل کار با این وبسایت رو اون یکی ویدیو رو ببینید اینجا قرار نیست توضیح بدم دوباره نکس رو میزنم اینجا اینجا نسخه ویندوز پرو انتخاب شده اگه خواستید میتونید ادیشن های دیگر رو بزنید ما همون پرو رو میگیریم ولی امکان گرفتن ادیشن های دیگه است توی اون ویدیو دوباره توضیح دادم الان میگم اینجا نمیخوام این کار با این وبسایت کامل یاد بدم کار ما کاملا جوابه اینجا گزینه دانلود ان کانورت تو ایزو رو انتخاب کنید که خودش خود به خود این کار رو واسهتون انجام بده ولی اگه میخواید نسخه های دیگر رو بگیرید میتونید اینجا رو بزنید بقیه نسخه ها رو پاک میکنید مثلا نسخه انترپرایز رو بگیرید میتونید اینجوری ای اگه خواستید نسخه انترپرایز رو هم بگید. من همون نسخه ایزو رو انتخاب همون نسخه پرو رو انتخاب میکنم اینا رو هم کاری بهش ندارم میگم کرییت دانلود پکیج برای من یه دانلود پکیج رو بسازه من قبلا این کارو کردم یه فایل دانلود میکنه که حجمش خیلی هم نیستش این فایلیه که دانلود شده نا کنید این فایل 21 کیلوبایت این فایل از حالت زیپ درش میارید بازش میکنید یه اینجور فایلی بهتون میده گزینه آخرش نوشته یو یو پی دانلود این رو دابل کلیک اینو رایت کلیک میکنید روش را از ادمنستریتور رو میزنید شروع میکنه یه سری کار واسهتون انجام دادن و کلی فایل رو دانلود کردن ببینید یه اینجور چیزی میاد از یه اپلیکی... از یک الگوریتم اپلیکیشن اسمش آریا تو c استفاده میکنه من میبندمش کاری بهش نهارم. یه عالم کار میکنه زمان زیادی هم طول میکشه بر من حدود دو ساعت و نیم سه ساعت طول کشید و در نهایت یه فایل ایزو برای شما میسازه این فایل ایزو شماست 5.63 گیگ هم گیگم حجمشه فایل ایزو رو اگه بخوایم باز بکنیم ببینیم نها کنید اینجا سورسش رو هم بریم ببینیم اینجا فایل اینستال مون نزدیک 5 گیگ فقط این فایل این فایل ایزو رو روی ماشین مجازیتون مانت میکنید و نصب میکنید من از هایپر وی استفاده میکنم اسمش هم گوشم ویندوز 11 مومنت 4 و فایل ایزو رو به اختصاص دادم من دیگه این کار رو کردم نمیخوام انجام بدم دوباره اینجا به اختصاص دادم و ویندوز هم رو نصب کردم ویندوزی ویندوز که بالا اومده این نسخه که اینجا میبینید به صورت پیش فرض کوپایلت روش فعال نیست من یه ویدیو جداگونه ساختم یاد دادم چجوری کوپایلت روش فعال کنید و این هم ویندوز 11 ای که تو این حالت میاد بالا اسمش هم هست ویندوز 11 ورژن 23 H2 22631 2361 پس این مراحل کاریه که باید انجام بدید همه اینا رو قبلا گفته بودم و فقط خواستم اینجا بهتون بگم که روش کار چجوریه و میتونید به این شکل اگه خواستید این کار رو انجام بدید خب این از این اینجوری میتونید ایزو رو بسازید و ویندوزتون رو نصب کنید و دیدید که من نصب کردم و برای تستام ازش استفاده کردم امیدوارم ویدیو به درتون خود باشه شما هم بتونید این کار رو انجام بدید امیدوارم یوتیوب به این ویدیو گیر نده و همین دمتون گرم اینجا چاره کامتره من رو چیر لایک کامنت یادتون نره خوشحال رو میکنید اگر سابسکرایب نیستید سابسکرایب کنید. مرسی فعلا.